دوستان، به کانال دکتر سلامت خوش اومدین. امروز قصد دارم خطرات ناشی از استفاده از گوش پاکن برای تمیز کردن گوش رو برای شما توضیح بدم. شاید شما نیز شنیده باشید که بسیاری از افراد از طریق گوش پاکن به گوش خود آسیب رساندند و در برخی مواقع سبب ناشنوایی خود شدند. در این میان کودکانی که برای تمیز کردن گوش خود یا کنجکاوی از این وسیله استفاده می کنند بیشتر از سایرین به گوش خود آسیب می زنند. گذشته از آسیب هایی که این وسیله به گوش وارد می کند، ضررهای دیگری نیز دارد. گفته می شود که گوش پاکن برای برطرف کردن جرم گوش استفاده می شود، در حالی که مقادیر مشخصی از جرم گوش برای سلامتی گوش لازم است. جرم موجود در گوش خواص ضد باکتریایی، ضد قارچی دارد که از خشک شدن گوش نیز جلوگیری می کند. این ماده نوعی تمیز کننده طبیعی برای گوش محسوب می شود که نباید از آن غافل شد. مقدار جرم گوش، رنگ و حالت آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است و به طور معمول سطح خارجی گوش را می پوشاند. هر وسیله ای که از خارج شدن و بیرون آمدن این جرم از گوش جلوگیری کند بهتر از استفاده نشود. علاوه بر گوشی های هدفون که باید استفاده از آنها را کاهش داده، موهای زیاد گوش، حفره باریک گوش و رشد استخوان و غضروف های گوش و شنا کردن در آب سرد ممکن است از خروج این جرم ها از گوش جلوگیری کند. گاهی استفاده از گوش پاکن سبب می شود که جرم گوش بیرون نیاید یا حتی به داخل رانده شود. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما ما رو سابسکرایب کنید.